دکتر صاحب، اگر درباره ازی بگوین که کدام عوامل سبب تخریبات دندان ها میشه؟ تشکر بسیار زیاد دکتر صاحب. اگر به طور خلاص بگوین کدام نوع دندان ها قابل تداوی نمی باشن؟ زمان دندان ها بر پوش ضرورت پیدا میکنه که دکتر صاحب، این عوامل بوی بد دهن چی است؟ آیا اینا قابل تداوی هم هست؟ به نام خداوند یکتا، سلام به همه شما عزیزان. خدا کنه همتان جور سر حال باشید. دوست عزیز، ما امروز یک گزارش ویژه درباره عوامل خرابی دندان ها و تداوی دندان ها با دکتر صاحب مصاحبه داریم. دکتر صاحب، تشکری از دکتر صاحب میکنیم که با ما وقت دادن. با دکتر صاحب صحبت میکنیم درباره از اینکه دندان ها چی سبب میشه که دندان ها تخریب میشه، خراب میشن، و کدام دندان ها قابل تداوی هستند، کدام دندان ها به پوش ضرورت دارند. دوست عزیز، برنامه ما را دنبال بکنید، با ما باشید. دوست عزیز، با دکتر صاحب هستیم. سلام علیکم دکتر صاحب، چه حال دارین؟ خوب هستین؟ علیکم سلام، خوش آمدین، صفا آوردین. اسم من دکتر بهاءالدین فیضی، متخصص استوماتولوژی بخش دندان. درجه تحصیل من به حساب در سال 1383 از فاکولته طب از پانزده استوماتولوژی فارغ شدیم. من در سال 1387 شامل پروگرام اکمال تخصص شدیم. من در سال 1391 من از بخش استوماتولوژی از تخصص فارغ شدیم. خداوند توفیق بده براتون. چطور هستین دکتر صاحب؟ هر کس از وظیفه خود، از کار خود راضی می باشد، شما چطور؟ والا هست دیگه، طبعا علاقمندی و بیعلاقگی خود داره، چون مسلک بخش دندان یا در هر بخش طبابت که هست واقعا مشکلات خود داره دیگه. ما هم تا جایی کمی بر هدف ما خدمت به مردم و مریض هست، از این نایه ما حساب باوجوده که چقدر مشکلات در یه عرصه میبینیم، خستگی یا احساس میکنیم، ولی چون خدمات ما به مردم و خدمت به مردم است، از این نگاه باز آدم احساس راحتی و خوشی میکنم. خداوند توفیق بده براتون، تشکر. دکتر صاحب، از تجربه کاریتان اگر بگوین که چی مدت میشه که شما فعال کار میکنین؟ تجربه کاری خود بعد از اینکه من از پروگرام تخصص خلاص شدم، در جریان از اون تا بعد از وقت یک موسسه به نام ADRP یا موسسه نجات دندان افغانستان تقریبا از سال 2008 تا 2017 هم 4 سال من حیث دکتر معالجی بودم، که مسئول رئیس ما یک امریکایی بود، یک موسسه خیریه بود، بخش دندان خدمات ترجمه میکرد و واقعی کارت 4 که فعلا در مکروریان است. و مدت 5 سال هم پروژکت منیجر هم بخش بودم، که در بخش دندان دکترای امریکایی، کانادایی، حتی از تمام مملکت های خارج اروپایی و امریکایی می آمدن، در اونجا به حساب همکاری و کمک با افغان ها میکردن دیگه. تقریبا از سال 1383 که من فارغ شدم و این تا فعلا دیگه 18-19 سال میشه که من در بخش های مختلف در تادم موسسات خارجی در بخش دندان، البته من حیث ماستر ترینر در دفتر IMC بودم، این بخش دندان کار میکردم، یک پروژه بود. بعد از او به این موسسه نجات دندان افغانستان تقریبا از سال 2008 بعد گفتم تا سال 2017 رفت. من حیث دکتر و من حیث پروژکت منیجر و سرپرست هم موسسه کار کردیم. بعد از او مشکلات پیدا شد، باز استفاده دادیم دیگه. تقریبا 2 سال میشه که در شبخانه فوق تخصصی داروسعد در خدمت همشهریان و وطندارا و مریضای محترم هستم. دکتر صاحب، اگر درباره از این بگوین که کدام عوامل سبب تخریبات دندان ها میشود؟ تشکر. عوامل تخریبات یا پوسیدگی های امراض دندانی زیاد است. خب به طور فشرده اکثرا عواملی که دندان ها پوسیده میشه یه پور هایجن یا حفظ صحه بسیار خراب یا ضعیف می باشه، چون اکثر مردم ها حداقلش که از نظر طبابت که حداقل روزانه دو بار باید دندان ها شستشو شه، خصوصا از طرف شب که زیاد تاکید است و از طرف صبح
و روزانه یک بار نخ دندان یا دنتال فلاس استفاده شود. فاصله دندانی را که اکثرا برد به اونجا نمیرسه، اونها باید توسط اون نخ دندان اونها باید پاک شود از امی مواد غذایی و بقایای مواد غذایی که مانده. عوامل دیگه‌ش که است اکثرا رژیم غذایی میباشه، رژیم غذایی که حاوی کربوهیدرات یا شیرینی باب بسیار چسبناک استفاده میکنن. باز این تنها یک شیرینی هم نیست که اینجا باز مایکرو بیال فلورا یا فلورای نرمالی که در جوف دهن است، میکروبایی که نرمال است در جوف دهن میشد. این کربوهیدرات یا شیرینی باب غلیظی که استفاده میشه اکثرا با این موجودیت میکروبا و خود فاکتور میزبان که خود همی شخص میباشه. دیگه ایره باز اگر زود اگر پاکاری میشه شو نشه سر از وقت تر شوه و شب و روز تر شوه 24 ساعت که اکثر مردم عادت دارن یک صبح دیگه صبح دندانه رو شستشو میکنن. یعنی می عوامل باعث از این میشه که این میکروبا از این مواد غذایی یا کربوهیدراتی که استفاده میشه بالاخره در اثر فعالیت تخمری سه نوع اسید که به نام لکتیک اسید، پایروویک اسید و لیمونیک اسید و فارمیک اسید میشه که بیشتر چیز رول مخربه که داره لکتیک اسید است. این لکتیک اسید سبب دمینرالایزیشن یا دور کردن منرالای خود نزد دندان یا اینامل میشه که او سبب به نام پوسیدگی دندان یا اصطلاح عام داریم به نام کریس یا کرم خوردگی دندان. این سبب کرم خوردگی دندان ها یا پوسیدگی دندان ها میشه. دیگه عواملش هم این است که دندان ها غیر منظم میباشه، جایی که برس صحیح دقیق اونجا رسیدگی نمیتونه پاکاری شود، هم مواد غذایی که خورده شود که از دور شود. یعنی خودش یک فاکتور مساعد کننده است بر تخریبات دندان. خب با وجود از این تاکید بخش دندان همی است از هر دکتر دندان یا از میرشته بر تمام دوستا و همشریان و وطنداران عزیز ما که دندانای خود حداقل باید دو بار شستشو نمایند، خصوصا از طرف شب بسیار تاکید است چون دهن بسته میشه اگر مواد غذایی یار خورده دیم و پوسیدگی امی مواد غذایی و بقای مواد غذایی میکروبایی که در جوف دهن است ما بیشترم ذکر کردم که این باعث از این میشه که بازو میکروبا از یک استفاده کرد در اثر فعالیت از اون ما سه نوع اسید تولید میشه که می اسید باعث خود پوسیدگی دندان میشه. یعنی دندان ها را باید از طرف شب اکثرا ما باید بشویم تا جلوگیری نه وقایه شبه دندان ها تخریب نشه و صبح ما گشتیم و روزانه حداقل یک بار باید از نخ دندان یا دنتال فلاس باید اون منطریقه شب باز دکتر برای مریضا توصیه میکنه که استفاده کنه انشالله که دندان ها تخریب نمیشه. و اکثر نواملی که این تخریب هم میشه گفتم این پور آیجن است و دیگه شونمو سه فاکتور است که فاکتور میزبان خود چی است که دندان ها اکثرا غیر منظم میباشه و در این رژیم غذایی و این شخص است که استفاده میکنه رژیم غذایی چسبوک یا مواد که حاوی کربوهیدرات یا شیرینی باب میباشه یا شکلات میگشه یا کاکائو و این چیزا اکثرا این باعث تخریبات دندان میشه. دیگه عواملش از نظر ژنتیکی زیاد است اگر تشریحات کنیم زیاد وقت داره بر مگر چاکلی شیرینی باب چیام استفاده میکنه چون وجود ضرورت داره ولی حداقل بعد از خوردن یا گرفتن انمی شیرینی باب باید دندان ها را حداقل اگر کریم هم زدنش یک خالی برسم شو بازم از پوسیدگی از شش جلوگیری میشه. تشکر دکتر صاحب، معلومات خوب دادین. این توصیه را برای اطفال هم میکنین؟ زمانی که دندان های اطفال این خروج تکمیل میشه سن 2.5 سالگی مادرها مسئول هستند تا سن 4 الی 5 که خود از طفل بتونه دندان های خود را برس کنه دندان های از یاره حداقل باید یک بار دو بار خصوصا شبانه گفتیم پیش از غذا را داد بعد از او باید دندان هایشان برس کنن و صبح هم بعد از چای صبح یعنی دو بار باید دندان های از اون را برس کنن. اگر کریم استفاده کنه بسیار کم استفاده کنن چرا کریم داخل طرق هضمی میره سیستم هضمی میره امکان داره که طفل چون نمیتونه اگر خود استفاده کنه مادر برش کریم اگر زیاد استفاده کنیم مشکلات سیستم هضمی را بار میره. یک مرض به نام یک مرض کرون است که التهابات خود ما را به وجود میاره شاید باز برش مشکلات بعدی اسهالات چیزا باشه. به همین خاطر تاکیدی است که از کریم اگر هیچ استفاده نکنه مگه استفاده میکنه بسیار کمتر و با سنش که در 6 و 5 رسید خود طفل میتونه از اون برسایی که مناسب است برای اطفال با کریم بسیار کم طریقه برس کردن هم باز اون والدینش برش یاد میتونه که اون شبانه پیش از خوابیدن و صبح هم بعد از صرف چای و دندانه خود حداقل روز دو بار برس و کریم بدهیم. دکتر صاحب کدام نوع امراض دیگه شما تداوی میکنه؟ اکثر امراض دندانی که تنها مربوط دندان شود تقریبا تو مشکلات زیاد است. خوب پوسیدگی های ساده است، پوسیدگی های پیشرفته است که با ایجاب تداوی مستقیم یا پرکاری های دندان ها میکنه و که باز تخریبات
تا عصب رسیده باشه در اون صورت باز دندانش عصب کشی یا روت کانال تراپی میشه آر سی تی. باز در اون صورت که باز دندان ها عصب کشی و آر سی تی شد اجاب ضرورت پوش هم میکنه که دندان ها چون ضعیف میشه. دیگه در بخش دندان غیر از دندان خدمات که اینجا عرضه میشه، بخش پاکاری از منگ دندان است که در اصطلاح منگ میگمش ما پلاک یا کلکولاس میگمش، که پلاک و کلکولاس یکی از منبع میکروب میباشه، چون در کتاب ها ذکر کرده که در یک میلی گرام منگ تقریبا 10 به طاقت 9 میکروب است. دیگر تداوی های امراض بیره است و انساج رخوی دهن است، در اون صورت میشه که مربوط جراحی میشه، جراحی البته خود بخش دندان یا استوماتولوژی بورم اینجا اجرا میشه، مشکل نیست. دیگه مریضایی که اینجا میاد بخش دندان، مثال برای کسایی که موسن هستن یا دندان ندارن، بنوا دندان متحرک ساخته میشه و تا دندانای ثابت هم برشان جور میشه. انواع مختلف پوشا جور میشه، پوشای هم رنگ دندان است که بنام پورسلین میگه و رنگ استیل یا حساب نقره‌ای و رنگ گولد است. دیگه تداوی مختلف تا نصب نگین است، بلیچنگ از سفید کردن دندان است که بعضی علاقه مند است دندانش سفید باشه، دندان را بلیچنگ یا سفید میکنیم. دیگه در بخش جراحی روی کسب غیر از خارج از دندان کسور فک، چون من خود متخصص استوماتولوژیستم، اگر خود کسر در فک باشه یا در قسمت علیل باشه در فک بالا و پایین، این را به اون شکل میتودایی که داریم را ارجاع میکنیم تثبیت میسازیم. دیگه جراحاتی که در ناحیه روی و وجه و در قسمت جوف دهن باشه و همینجا قابل تداوی و اجرا هستم. اگر به طور خلاص بگویم کدام نوع دندان ها قابل تداوی نمی باشن؟ تشکر. اکثرا دندان هایی که قابل تداوی نمی باشن دندان هایی است که بعد از چک یا چیز اکسریش دندان هایی که تخریبات به حد زیاد داشته باشه از نظر تاج دندان، خصوصا که قسمت ریشه دندان مشکل یا میکروبی شده باشه، مشکل داشته باشه، باید دور شده خوب است. چرا؟ یک منبع میکروب است برای دیگر دندان ها، حتی به خود وجود انسان امکان داره که این سرایت کنه دیگر مشکلات رو بار به آبسی و این چیز داره. و دندان هایی که ملپوزیشن داره در قطار دندانی نیست و جایش به حساب اصطلاحی هم کم است، اونا باید دور شده که سبب شاید تکلم شخص مشکل ایجاد کنه یا در غذا خوردنش یا مشکل اون دندان ها باید دور شده. و اکثرا دندان های به شکل دندان عقل دندان یا دندان های ویزدن میگمش اونا به شکل نرمال خروج نکده باشه یا نهفته باشه به نام امپکت میگش، اونا باید دور شود که قابل چون دیگه خروج از اون نرمال نمیشه برای شخص مشکلات ایجاد میکنه داینده، دیگه بهتر است که اونا دور شود. دیگه دندان هایی که پوسیدگی به حد زیاد داره و حتی در اطفال در سنه که 10-12 و اینا باشد، چون اینا میکس بایت میگه، اکثرا دندان های شیری هم میباشد، دندان های دایمیم. این دندان های شیری که وقتش کم مانده یا وقتش پوره شده، چون خود برای دندان های دایمیم مشکل ایجاد میکنه و بوی بد دهن هم ایجاد میکنه، دایمی است که اون دندان ها باید از چیز دور شود، خوب است اکسترکشن شود. دندان هایی که قابل تداوی شود، ولی تاج دندان هم نباشه، ریشایش سالم باشه و دندان دایمی باشه، اونا رو ما کش میکنیم که به حساب تداوی کانال شوه، باز یک رقم پیچ چیز اشتیف است و اشتیف تایت میشه، با سر از او برش تاج یا کراون جور میکنیم یا پوش جور میکنیم. دیگه دندان هم تا او حده اگر تاجش هم نباشه ریشه سالم باشه تداوی میشه، ولی اگر ریشه مشکل داشته باشه دکسری تشخیص شوه که اونجا مثال به نام گرانلوم میگیمش یا کیست یا سیست، در او صورت یا انفکشن یا میکروب ساحه میکروبی باشه، در او داینده مشکل ایجاد میکنه، امکان داره آبسی و چیزا شوه، با اون خاطر باز کشیدن این دندان ها یا ایرشا لازم است که باید کشیده شد. دکتر صاحب کدام نوع دندان ها به پوش ضرورت دارد؟ زمان دندان ها بر پوش ضرورت پیدا میکنه که تخریباتش ما گفتم به حد زیاد باشه، که دندان اول باید تداوی شود، بعد از اینکه چون مقاومت خود تاج کم است فشار که سرش میه، فکر نکنیم که مواد که مقاومت داشته باشه، به این خاطر که همون مواد یا خود دندان حفظ شود، با پوش ضرورت داره که دندان ها پوش شود. و اکثرا دندانایی که عصب کشی میشه به اصطلاح ها مغارسیتی میشه، چون بین دندان تخریب میشه، وقتی فشاری که در مقابلش میاد شاید در مدت زمان طولانی این تاج تخریب شده یا دندان شاید یک قسمتش دیوارش کسر کنه، به این خاطر
کتاب امیده تاکید کرده که بعد از اینکه دندان عصب کشی شد باید دندان حداقلش یک هفته بعد ضرورت داره که پوش نصب شود. دکتر صاحب امی عوامل بوی بد دهن چی است؟ آیا اینا قابل تداوی هم هست؟ بله ها. عوامل بوی بد دهن که به نام هالیتوسیس میگنش اصطلاح طبیش عوامل زیاد است. خود بخش دندان اکثر ما پیشترم گفتم پوسیدگی های دندان هایی که تخریبات زیاد باشه یا پوسیدگی باشه چون در اون بقایای مواد غذایی گیر میکنه میمانه. ما اگر می اصل مراعات نکنیم که از طرف شو باید دندان ها را بعد از که غذا خوردیم دندان ها را برس کنیم بشویم و از صبح هم بعد از صرف چای همین کار را کنیم در اون مواد غذایی. باز دندان هایی که تخریبات داره یا پوسیدگی داره اول باید پیش دکتر مراجعه شود کنوا تداوی شود. در غیر از او اگر تدانی شد با تخریباتی که هست خودش یک منبع میکروب است. بعد از اینکه باز مواد غذایی در او میمونه و از طرف شب هم کسایی نمیشوه یعنی خود بقایای مواد غذایی و میکروبایی که فلورای نرمال در جو دهن از گفتیم باز استفاده میکنه باز در اکثر از یک میکروبای است که یک نوع گازات تولید میکنه خود از این سبب بوی بد دهن میشه. دوم عواملش همو بیشتر گفتم که پور آیجن یا حفظ الصحه بسیار ضعیف یا خراب است. این خودش عامل عمده از این است که دهن اکثرا بوی میده و فاکتور دیگهش به حساب همین منگ دندان یا کلکولاس یا پلاک است. اکثرا ما اگر می دو بار حداقلش حفظ الصحه را مراعات نکنیم دندان را نشویم اکثرا در رژیم غذایی ما یا افرازاتی که خود غدوات جو دهن داره یا مواد کلسیمی و یا زیاد از اینجا ترسب میکنه تا پشت دندان ها را اکثرا منگ دندان یا کلکولاس تشکل میکنه. باز میکروبایی که در جو دهن است باز با مرور زمان آستوسا یک کتله ایجاد میکنه. گفتم که 1 میلی گرم منگ تقریبا 10 به طاقت 9 میکروب است. یعنی باز یک نوع میکروبایی است که خود بوی بد است. باز یعنی خود پلاگ یا کلکولاس یا منگ دندان سبب التهابات بیره میشه که با سبب خونریزی های بیره میشه. یعنی بوی بدهن یکی از فاکتورهاش یعنی منگ دندان ها میباشه. فاکتورهای دیگهش که مربوط گوش و گلون میشه همه التهابات تانسلاس یا گلون هست که به نام فرنجایتس یا تانسلایتس میگه. دوم ایست سینوزایی که جویوب یا خالیگه هایی که در رخسار روی است که مربوط طرق تنفسی و مربوط هم استوماتولوژی میشه بخش گوش و گلون. اونم قسمت هم که وقتی میکروبی میشه به نام سینوزایتس میگه یا سینوزیت میگه. این کسایی که مصاب سینوزیت هستن یا مشکل تانسل دارن التهابات تانسل داره همیشه گلون درد میشن این یا در بوی بد دهن رول داره. دوم از نظر سیستم هضمی کسایی که به حساب اسیدیته معده داره یا اسید معده بالا میباشه چون موال یا بابل معده که است وقتی کسایی که پرخوری داره این مشکل پیدا میشه اسید بالا میاد دهن هم بوی اسید معده اکثرا در دهن میاد. و دوم کسایی که مشکلات امراض سیستم تنفسی داره مثل برانشیکتاسیس یا توبرکولوز و دیگه امراض مزمن سیستم تنفسی را تیر کردن یا دارن اکثرا در بوی بد دهن در دهن از یا میباشه. دیگه تداویش هم تداوی سببی باشه و کسایی که مشکل تنفسی داره باید اون مشکل تنفسی خود را رفع کنه. کسایی که مشکل معده داره باید اون رو پیش متخصص سیستم هضمی و متخصص سیستم تنفسی مراجعه کنه. دوم اگر مربوط بخش دندان میشه گرومو گفت منگ دندان یا پوسیدگی های دندان از دندان های که قابل تداوی نیست ولی اونجا یک منبع انتان یا میکروب است اونا باید از جوف دهن دور شود تا گرومو بوی بد دهن که عامل شنمی میکروب ها و همی فکتور ها هستین یا باید دور شود اگر بوی بد دهن خودش تداوی میشه. و دوا و چیز هم داره اگر او را باز دکتر نظر به لزوم دیدش بعد از اینکه دندان ها پاکاری و چی شد برش توصیه میکنه. اکثرا نیبوی بعد دهن یک پرابلم بسیار عمده در کل جامعه و کل جهان می باشه. شکر دکتر سو وقتتان هم گرفتیم اگر در اخیر ایرم بگوین بیشتر مریضا که هست یا کسانی که دندان ها را محافظت هم میکنن میشوین هم کریم هم میزنن برس هم میزنن روز دو بار سه مرتبه ولی باز هم از درد دندان شکایت دارن با اونا شما چی توصیه دارین؟ خب اکثرا مریضایی که واقعا با وجودی که حفظ الصحه را بسیار مراعات میکنن یعنی روز دو سه بار دندان ها را میشوید ولی اکثرا از دردهای مبهم در کل دندان ها یک طرف نصف فک شاکی میباشند. وقتی مریضایی که برای چکاپ مراجعه میکنه اکثر ما دندان هایش را چکاپ میکنیم. تو مریضایی هست که هر سه ماه شش ماه بعد بدون اینکه کدام مشکل داشته باشه درد به پیش دکتر مراجعه میکنن به خاطر وقایع و وقایع بهتر است از معالجه کردن.
نو دندانه خود کلش یک چکاپ میکنه بیش دکتر. وای تو مریضایی که باز شاکی از درد های مبهم باشه با وجودی که خودش در آینه میبینه دندانا رو دو سه بار روزانه حداقل برس و کریم میزنه ولی باز هم درد پیش موجود میباشه. به شما که مراجعه کرد باز خود ما او را از چک میکنیم از نظر ابجکتیو و به چشم خود. باز اگه دیدیم که چیز بر چشم ما معلوم نشد تخنه شد بر تشخیص دقیق تر که اکثر پوسیدگی یا کرم خوردگی یا کریس های مخفی ها میباشه که زیر بیره میباشه که قابل دید برای دکتر و به خود شخص نمیباشه. مریض باز برای نیا یک اکسری او پی جی میگه او را توصیه میکنیم که اکثر در میشه خانه ما مجرا میشه او مکمل دندان های فک بالا و پایین در او مکمل میایه. باز اون رو چک میکنیم هر دندانی که تخریبات مخفی یا پوسیدگی مخفی داشته باشه باز همون دندان زیر تداوی میگیریم مشکل این مریض رفع میشه و اگر کدام مشکل نداشته باشه از نظر اکسریم تخریبات نباشه اونو یک هایپر سنسیتیویتی میگشه یا حساسیت از شاید در مقابل تغییر هوا میباشه یا رژیم غذایی میباشه. باز اونو به مرور زمان ضرورت به توصیه دوام نیست. باز میتونیم باز یک کریمایی هست که به خاطر ضد حساسیت و درد سور برش توصیه میکنیم انشالله او خوب میشه و اگر تخریبات یا مشکل داشت باز اون مشکلات تداوی میشه برش. توصیه ما به تمام دوستا و هموطنان عزیز ما چی داخل و چی در خارج باشند به تمام انسان ها پیام مایی است که به خاطر که دندان های سالم و صحت سالم داشته باشند باید حداقل از طرف شب و صبح دندان خود باشند. شب تاکیدش بیشتر است به خاطر وقایعی که دندان خراب نشه. دندان خود از طرف شب باید همیش پیش از خوابیدن برس و کریم دهند و صبح باید از چای و روزانه حداقل یک بار باید از نخ دندان یا دنتال فلاس استفاده کنند. چرا در مسافات دندانی که برس اونجا نمیرسه یگانه چیزی که او را همین مواد غذایی یا بقای مواد غذایی میکروبا را دور میکنه همین نخ دندان است که باید در وقایع ما زیاد توجه کنیم نه به معالجه. اگر همین چیزها را اینجا مراعات کنند انشاءالله دندانشان دیگر مشکل پوسیدگی یا بوی بد دهن یا ایره پیدا نمیکنند. دوم چی است که بعضی عوامل دیگه هم است که مثلا چیزهای غذایی سرد و بسیار غذای داغ خوردن این خودش یک تروما یک ضربه است برای دندان ها. دیگر رژیم غذایی خود را تنظیم کنند و هر چیزی که میخوره باید بر صحت خود متوجه باشند و دندان های خود را باز از گفتم که مواد غذایی خصوصا شیرینی بابی که چسبوک است استفاده کنند باید عاجل دندان های خود یک حداقل یک برس دیگر نکنند. دیگر در ایسی وقایع بسیار رول داره و تاکید من سر وقایع بسیار زیاد است که وقایع باید توجه زیاد کنند اما تانان از این. یک نکته دیگر قابل ذکر است دندان ها پیش از اینکه تخریبات زیاد شود خود شخص همیشه باید دندان های خود را در آینه چک کنه متوجه باشه کدام تخریبات یا مشکلی که پوسیدگی ایجاد کرده در مو کمترین چیز باید مراجعه کنه برای دکتر. چرا اگر تخریب هم کم بود مستقیم برش پرکاری میشه مواد با کیفیت و بهترین مواد برآمده اون اگر تدمو و موقع تداوی شه اصلا او فکر کو که هیچ تخریبات ایجاد نکرده و او تمام عمر هم دندان باز دیگه نه خراب میشنه دیگه است و این اگر ما بانیم که برو تخریباتش کم است وقت سر زیاد شده برای مو تخریبات استاد پیشرفت کرده میره پروسه تخریبی و میکروبیش بالاخره دندان که میکروبا مشکل تخریبات تو عصب رسید باز مشکلاتش هم زیاد میشه و مصرف یا هزینهش هم بالا میره شاید از توان بسیار اکثریت وطندارای ما چون بیچاره هستن بالا است. این در واقع تاکید بیشتر است هم دو بار روزانه باید برس و کریم استفاده کنن و از این چیزایی که گفتم که مواد غذایی چسبوک یاست که حداقل یک برس خالی هم باید از صرف از بکنن ان شاء الله مصاب کریس یا مشکلات دندانی نمیشن. تشکر بسیار زیاد از توجهتان. خدا کنه برنامه امروزی ما مورد پسند همه شما عزیزان قرار گرفته باشد. ما منتظر نظریات نیک شما هستیم. برنامه دیگه شما رو بر لای پاک و بی‌نیاز می‌سپاریم. خدایا رو مددگارتان.